یه اتفاقات بسیار عجیب غریب و خطرناک به نظر من. جز کسایی بودم که میگفتم مثلا تو کشورهای مثل آمریکا دیگه باید همه چی باز بشه و مهمونی ها و همه چی باز بشه و بس هرچی ریستریکشن بوده، ولی اتفاقات خیلی خیلی بدی افتاده برای این ویروس. من توضیح میدم که دقیقاً ویروس چه شده و چه کارهایی داره میکنه. یکی اینکه توی آمریکا 7 day average case covid، یعنی تعداد کسایی که تستشون پوزیتیو میشه برای کووید، اوریجشون میانگینشون توی 7 روز، یه زمانی بود 260 کی تو اوج خودش، بعد که واکسن اومد و روز 50% جامعه واکسینیتد، جان داستان که چرا نصف جامعه آمریکا نمیخوان واکسن بزنن، اونم سند خارج از ذهن منه، از 260 کی در روز رسید به 10 کی در روز. خب یعنی 26 فولد این اومد پایین. بعد الان متاسفانه برگشته به 77 کی، یعنی حدوداً 8 برابر اون مقدار پایین شده. خب چرا؟ به خاطر این وریانت دلتاست. چند تا عدد مهم راجع به واکسین بگم. این به نظر من مهمترین عددیه که شما باید تو ذهنتون باشه. ریپورتی که CDC داد هفته پیش اینه که توی اکراس تمام واکسن‌های مختلف، کسایی که واکسین زدن مرگشون 25x کمتر شده. یعنی اگه یعنی تو بین افراد توی یه جامعه آماری مشابه با هم، اونایی که واکسین نزدن 25 برابر احتمال مرگشون بالاتره. خب شما واکسن بزنین همچنان ممکنه کووید بگیرین، همچنان ممکنه هاسپیتالایز بشین، همچنان ممکنه بمیرین، ولی یک 25ومه. این خیلی 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 عدد بزرگیه. خب 25x، یعنی احتمال این که برین به بیمارستان کشیده بشه کارتون 1/25 میشه، احتمالی که بمیرین هم 1/25 میشه. خیلی خیلی فرق بزرگه. پس درسی که میگیریم هر جوری تونستین واکسن رو بزنین. خب احتمالی که تست کوویدتون مثبت بشه 1/8 میشه. پس این عدد خیلی مهمه، 8 25 25. دوباره شما واکسین رو که بزنین همچنان کووید وارد بدنتون میشه. اون واکسین که چه میدونم شما رو جلدتون که نمیکنه. خب شما بالاخره اون ویروس تو هوا هست و میاد میخوره، میره تو دهن شما، دماغ شما میره پایین. احتمالی که اونقدر بتونه خودشو پخش کنه که شما به اصطلاح تستتون مثبت بشه با زدن واکسین 1/8 میکنه. خب احتمال هاسپیتالایزیشنتون رو 1/25 میکنه، احتمال مرگتون رو 1/25 میکنه. درسی که این ماجرا بگیم، واکسینه کمک میکنه، به همه چی کمک میکنه. چه کمک میکنه که شما مریض نشین، چه کمک میکنه که به بقیه ندین، چه کمک میکنه که هاسپیتالایز نشین، چه کمک میکنه که نمیرین. همینا به مقدار خیلی 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 زیادی کمک میکنه، ولی 100% نیست. هیچ کدوم از این واکسینا 100% نیست. حالا با اومدن این دلتا که یه وریانت بسیار 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 انفکشس تریه که الان توضیح میدم چرا و چرا، تمام این معادلات یه مقداری داره خراب میشه. خب همچنان درسی که هست، واکسینه کمک میکنه و واکسینه نه تنها کمک میکنه که شما نمیرین، کمک میکنه که به بقیه ندین و کمک میکنه که این به سبب به خاطر که پخش شدن این ویروس کمتر میشه، میوتیشن ها کمتر بشه و اتفاقات خیلی خطرناک آینده ازش جلوگیری کنه. برای همین هر واکسین گیرتون میاد بزنین. خب این که درس اول کل همه چیه. هر واکسینی، نمیدونم از سینوفارم گرفته تا آسترازنکا تا مادرنا، فایزر، مادرنا فایزر واکسینای بهتری هستن، از تکنولوژی جدید استفاده کردن، خیلی سبکترن. راجع به اون تکنولوژی ما بارها صحبت کردیم، دوباره هم وقت بشه صحبت میکنیم. ولی هر کدومش گیرتون اومد استراتژیتون باشه، هر چی گیرتون اومد بزنین. هر کدوم بزنین شما سیف تر خواهید بود، به بقیه کمتر منتقل میکنین. حالا میخوام راجع به دلتا صحبت کنم. اول که این هفته پیش این دکتر فاچی گفتش که اینجا دقیقا این جملهش بود: We're dealing with a different virus now. یعنی میگه عملا این ویروس دلتا کلن انقدر تغییرش از الان توضیح میدم تغییراتش رو یکی که کلن شبیه یه ویروس دیگه داره عمل میکنه، خیلی خیلی خطرناکتر از اون کوویدی که اول تو ووهان در اومد. 2-3x contagious تره، یعنی اون آرناتش 2-3x. این 2-3x عدد خیلی 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 وحشتناکیه. هر چی که از نظر تست چیزش تایید شده بزنید، این 2-3x چرا اینقدر عدد وحشتناکیه؟ من همون ویدیوهایی که اول کووید راجع به صحبت کردم گفتم. ببینید اگه مثلا حتی بگیریم 2 باشه، حتی به 2 باشه، 3 هم نباشه، بعد 10 بار که این پخش بشه، این 2 به توان 10، یعنی 1000 برابر بیشتر از اون قبلی پخش میشه. یعنی بعد یه 10 سری که این چیز بشه، وقتی میگن دو، اینجوری نیستش که بگن مثلا دو برابر تعداد ما میگن، نه، یعنی این مثلا ممکنه توی مدت مثلا 4 ماهه 1000 برابر بیشتر تعداد بیشتری از آدم ها رو انفکتد کنه از اون قبلی. خیلی چیز خطرناکیه. و الان میگن که لول به اصطلاح کانتیجسیش به اندازه آبل مرغون رسیده،
چیکن پاکس رسیده. الان من میخوام یکم قسمت ساینسش رو توضیح بدم. این اون شاخک یا اسپایک کرونا ویروس شکل اونه. خب من قبلا هم بهتون گفتم که این شاخکه یه چیزه به اصطلاح یه حالت مثل تسبیح یا گردن بند در نظر بگیرین، یه تسبیحی که 1273 تا مهره داره که هر کدوم از این مهره‌ها یه دونه آمینو اسیدن، یه مولکول آمینو اسیدن که یه مولکول مثلا نسبتاً کوچیکیه که 20 نوع مختلف ما از این آمینو اسیدا داریم. یه تسبیح در نظر بگیرین برای کسایی که اصلا با ژنتیک آشنا نیستن که 20 نوع مهره مختلف داره این تسبیح. خب بر اساس شکل این مهره‌ها این تسبیحه وقتی ساخته میشه خودش شروع میکنه تو فضا برای خودش گول خوردن و گول خوردن و تا شدن تا اینکه به یه همچین جسمی تبدیل میشه. خب این جسم شاخک اون پروتئین اسپایک کروناست، اونی که مثلا هم اون چیزایی که ازش سرش زده بیرون یه همچین شکلی در حقیقت. ببینین اون تسبیحه تو قسمت به اصطلاح اون اسپایک یه چیز 1273ه. خب که تو قسمت الان پایین صفحه تو اون 4 تا خط دارین اونو میبینید. خب این 4 تا خط چیه؟ اون 1273 تا رو نشون میده. بعد این 1273 تا از هر مریضی که میره مریض بعدی یا داخل بدن که کپی میشه، بعضی وقتا تو کپی کردنش یه سری اشتباه اتفاق میفته و این میوتیشن میشه. این میوتیشن ها الان 4 تا میوتیشن آخر رو اینجا نشون داده تو اون 1273 تا. توی آلفا و بتا و گاما که وریانت های دیگه بود میبینید که تو پوزیشن 501 مثلا میوتیشن اتفاق افتاده و توی بتا و گاما تو پوزیشن 484 اتفاق افتاده و چند جا دیگه که تو با رنگای زرد و قرمز و مثلا آبی سبز یا آبی کمرنگ اینا رو میبینید. این ستا در حقیقت کجا اتفاق میفته؟ این شکلشو اگه بیایم روی این شکل ببینیم، روی اون تیکه بالاته اون تیکه قرمز رنگ رو میبینین، اون وقتی اون بسته میشه میرن اون بالا سر این اسپایکر رو اینا اشغال میکنن. اون سر اسپایکر تو چسبیدن ویروس به بدن خیلی مهمه، اون تیکه قرمز رنگ که اون بالا میاد اصلا از اونجا میچسبه به داخل سلول. برای همین چیزی که تا اینجا الان نگرانش بودن همه دانشمندا و این وایرولوژیستا و مثلا جنریک ساینتیست و اینا، نگران اون تیکه قرمز رنگ اون شماره 484 تا 501 بودن که تو آلفا و بتا و گاما اینا داشتن این تغییر پیدا میکنن. خب حالا اتفاقی که داره میفته یه اتفاق کاملا متفاوتی افتاده. توی شماره 681 که انگار این پروتئینه این شکله که اون تیکه سر کووید میشه دو تیکه داره، S1 داره، کل اسم این پروتئین که 1273 تا آمینو اسیده بهش میگن اسپایک پروتئین، این دو تیکه S1 داره و S2 که S1 تیکه بالایی است بیشتر، S2 تیکه پایینی است. حالا این 681 اصلا همه درگیر اون قرمز بالا بودن، یعنی میگفتن تمام مشکلات از اون قرمز بالا داره چیز میشه و فقط هم راجع به اون صحبت میکردن. اتفاقی که افتاد یه تغییر تو پوزیشن شماره 681 از P به R تغییر کرد، یکی از آمینو اسیدا و که ناحیه کلیوج یعنی فاصله بین S1 و S2 هستش و این شروع کرد به یه سری رفتارهایی که اصلا خیلی متفاوت بود. من یه مقاله براتون پست میگم که مقاله که از ژاپن یه ماه کمتر از یه ماه پیش در اومده که توضیح میده که میگه اون ناحیه وقتی این تغییر اتفاق میفته دیگه اینفکشس بودن این که بره داخل این پروتئین خودشو بچسبونه داخل سلول بالا نمیره، ولی یه اتفاق دیگه میفته، فیوز میکنه خودشو به سلول بهتر میچسبه و ترکیب میشه. یه اتفاق خیلی عجیب غریبی میفته که باعث میشه این کلا این ویروس کلا خیلی متفاوت تر باشه روند تخریب بدنش از روند به اصطلاح پخش شدنش تو بدن از تمام استرین های دیگه ویروس. یه اتفاق بسیار خطرناکی افتاده. این شکلی که در اینجا داریم میبینیم اینجا داره تمام ورینت ها رو توی طول زندگیشون نشون میده که با چه سرعتی دارن پخش میشن. اون بالای بالا اون آبی به اصطلاح پررنگه اون آلفاست که میبینید مثلا یه زمان بیشتری شروع شده و داره پخش میشه، بعد پایینی گاماست که با سرعت زیادی پخش شده و اون نارنجی لامداست، اون خیلی مهم نیستش، اون که حالت یه چیز بین سبز و آبی داره دلتاست که میبینین اولش داشته زور میزده بعد یهو از جایی که شروع شده پخش شدن یه حالت خیلی انفجاری پیدا کرده و الان داره تمام دنیا رو میگیره و ورینت کاملا دامیننت کل دنیا شده و میزان
بسیار کانتیجسیش انقدر بالاست که تمام به اصطلاح بحث سر اینه الان. خب یعنی ما با یه پدیده مواجهیم که این یه پدیده‌ای که بود که خیلی خطرناک، من نمیدونم واقعا این مطلب رو چه جوری اینجا بگم، ما یه پدیده‌ای داریم که یه سال و نیمه داره دنیا رو مستعصل کرده و همه، چه از نظر روانی چه از نظر، خب خیلی یاد آدم ها رو از دست دادن. من الان که دارم صحبت میکنم مثلا عموی من توی آی سی یو و خیلی آدم های زیادی بودن توی این مدت، مثلا دختر عمم رفته تو آی سی یو، خیلی آدم های زیاد نزدیک، همه خیلی کسی از دست دادن. خیلی از نظر مثلا بهداشتی و از نظر مثلا خب چه میدونم هلث که زده دنیا رو داغون کرده، از نظر روانی دنیا رو داغون کرده و مردم همه خستن. و مشکل اینه که الان که خسته ترینن آدم ها، چه از نظر روانی، و اینم هست که دیگه آدم ها احتیاج دارن به این که برن همدیگر رو ببینن، یعنی اون همی مشکل جدیه، اون مشکل روانی و اینکه آدم های مدت تو خونه نشستن، این مشکل جدیه. در این لحظه که تمام این مشکلات جدی و جدی و جدی تر میشد، مردم جاباشون رو از دست دادن، از نظر اقتصادی کشور داغون شدن، حالا ما با یک ورینتی داریم مواجه میشیم که بسیار 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 خطرناک‌تر از اون ورینت قبلی است. کسایی که منو میشناسن میدونن که من مخصوصا توی یکی دو ماه گذشته مخصوصا راجع به جامعه آمریکا گفتم که باید درا باز بشه، دوباره باید مهمونیا شروع بشه فلان، چون بالاخره من سعی میکنم آدم مثبت باشم، مخالف اینم که برای همیشه همه چی رو ببندیم به خاطر یه واکسن، به خاطر یه ویروس. ولی متاسفانه امروز شرایط عوض شده، توی یک ماه گذشته شرایط عوض شده، این ورینت دلتا بسیار بسیار خطرناک‌تر هست، مخصوصا تو کشورهای مثل ایران که هنوز واکسینیشن شروع نشده. ممکنه که ما به جایی برسیم که مثلا بیمارستانا پر بشه، کما اینکه داره الان میشه تو شهرهای مثل مشهد، تو مثل تهران بیمارستانا جا ندارن و ممکنه مردم کنار خیابون بمونن. اگه تو زمان اون کووید اصلی مثلا میگفتیم از خونه بیرون نرین، ماسک بزنین فلان، تو مهمونی بزرگ نرین، من واقعا توصیه میکنم الان هیچ جا نرین. خیلی 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 بیشتر من کسایی که این یه سال و نیم این لایو بردم، نه من همیشه طرف مخالف ترسوندنم و طرفدار امید دادم و طرفدار پازیتیویتی هم، ولی هیچ نکته پازیتیو و مثبتی وجود نداره راجع به این ورینت دلتا. بسیار بسیار کانتیجستر هست و مخصوصا توی جامعه که واکسن اینقدر کم زده شده، احتمال اینکه بیمارستانا پرشن. و اگه بریم ببینین این کسایی که این مریضی رو میبینن و کارشون به بیمارستان میرسه چه اتفاقی براشون میفته، مثلا خیلی خیلی چیز کامنه که مجبور میشن مثلا گردن اینا رو، بدن اینا رو سوراخ کنن و مثلا لوله، یه چیز خیلی خیلی داغونی، یعنی واقعا نمیخواین که به اونجا کارتون بکشه. و من توصیه میکنم که تا این واکسن به حد معقولی پخش بشه بمونین تو خونه ها، کسایی که واکسن نزدن بمونین تو خونه ها، به هیچ وجه به هیچ وجه مهمونی سربسته به هیچ وجه نرین، مسافرت به هیچ وجه نرین، واکسن هر چی گیرتون اومد بزنین، هر واکسنی خوبه، هر چیزی بهتر از نزدنه، و بترسین. تو آمریکا یکم از نظر اخلاقی شاید هنوز میشه گفت مثلا چون واکسن اویلیبل بوده برای همه گذاشتن، کسایی الان مشکل دارن که یعنی مسئولیت باید به عهده اونا باشه، ولی توی کشوری مثل ایران که اکثریت مردم دسترسی به واکسن ندارن، واقعا از نظر اخلاقی کار شما شدیداً اشتباهه اگه دارین میرین بیرون، اگه دارین پارتی میکنین، چون دارین یه درو که حالا چه برسه که جوان هم خب دارن میمیرن چپ و راست، یعنی اونم هست، خودتون رو دارین ریسک میکنین، ولی یه عده دیگر رو دارین شدیداً مورد ریسک قرار میدین. ما شما نمیدونم از کجا تو لایو ما بودین، من از همون یکی درباره سیکونس ها و جهش ها داشتی صحبت میکردی، حدود جان حدود 10 دقیقه از جوان کردم. کسایی که دکتر که فکر میکنم همه میشناسن، یکی از دکترها که تو نیویورک کار میکنن و انقدر تو زمان کووید کمک کردن و کانتنت هاشون پخش شد که من زمانی که تو فیسبوک بودم جز یکی از اکانت هایی بود که میگفتم مثلا باید بیشتر پخش کنیم، که خیلی کمک کردن. افرادی که مخاطبین تو من نمیدن، اما من یه دکتر داخلی هستم، حالا بکگراند تا حدی دارم، مستر ویروس شناسی دارم و از اول کووید دیگه این صفحه دکتر که شروع کردم و دربارش صحبت کردم. اما خب همین تممون عوض میشد دیگه، از 18 ماه پیش تا الان صحبت ها همینطور داره عوض میشه و این نیچر یه ویروس جدیدیه که پیدا شد و این موضوع دلتا رو خیلی نمیخواستم وقت تو بگیرم. کلا اتفاقی که برای این ویروس ها میفته اینه که اینا یه دونه استرند سینگل استرندد آر ان ای هستن که ژنوم این ویروسه و من اینو همیشه استفاده میکنم و ویروس این شکلیه و این آر ان ای تو ویروس قرار داره
و این وقتی که وارد سلول میشه کاملا وارد سلول نمیشه، میاد نزدیک سلول میشه و خودش رو میچسبونه به یه گیرنده تو سلول، بعد این دورش این کته، کتش رو وا میکنه و اون ژنومش رو میفرسته تو سلول ما و اون هی کپی میشه. و وقتی که کپی میشه با چیزای خودش کپی میشه، یه دونه پلیمریز داره که اینو خودش رو کپی میکنه و این پلیمریزش خیلی کار درستی نمیکنه، انگار یکی رو دعوت میکنه خونتون رو رنگ بکنه، هی رنگای اشتباه میزنه. بعد این باعث میشه که نوعای جدید ویروس تو حتی یه دونه سلول هم ایجاد بشه و اینا سلول رو هایجک میکنن، چیزی تو سلول وجود داره استفاده میکنن و سلول رو از بین میبرن و میرن سلول بعدی همین رو ادامه میدن و یه دونه دامیننت فرم تو یه فرد ایجاد میشه. حالا این جهش ها اتفاق میفته یه نفر که میگیره و این دامیننت فرم میشه یا اون وایلد تایپ یا یه فرم جدید. اگه اون فرد بره مثلا پارتی اون ویروس رو بفرسته به یکی دیگه و این ویروس سرایتش بیشتر باشه، یعنی مثلا محکمتر بچسبه به اون گیرنده و ول نکنه و مقدار کمتری از ویروس لازم باشه، اون میشه اون جهش جدیدی که اون منطقه رو میگیره، اون منطقه میره به شهر، شهر میره به کشور و میشه مثلا واریانت دلتا که مثلا از هندوستان اومد و تمام دنیا رو الان گرفته و این مقایسه میشه با جهشایی که جاهای دیگه داره الان اتفاق میفته. و معمولا توی پاندمی یه جهشی تمام دنیا میگیره تا وقتی که یه جهش دیگه بیاد. الان هم که خود صحبت کردی این جهش هایی که مثلا الفا، بیتا، لمدا و این ادامه خواهد افتاد، یعنی هر جای دنیا ویروس های جدید درست میشن و اینا میان دور دنیا رو میگیرن. هر چقدر ما این تکثیر ویروس رو کمتر بکنیم، جهش های کمتر نچرالی اتفاق میفته و روشش هم با واکسیناسیون. یه چیزی که فکر کنم باید کسایی که ندیدن و مثلا با کل اِوولوشن آشنا هستن فکر میکنن مثلا او اینقدر خطرناک شده پس یکی داره اینو مثلا برنامه ریزیش، مثلا یه اتفاق مثلا پشت پرده، یا این چیز خیلی طبیعیه دیگه، این داره کپی میشه، هر وقت داره کپی میشه، بعضی وقتا یه سری جا اشتباهی کپی میشه. آره خب اونی که اون کپیه به شکلی که حالا این کریزی مثلا چیزی که داره میره، مارکوف چنی که داره میره، به یه جایی برسه که قوی تر بتونه به سلول بچسبه و خودشو بیشتر کپی کنه، خب اون میشه دامیننت، اون بقیه رو شکست میده. یه چیز خیلی نچرال، یه چیز خیلی طبیعیه. اِوولوشنی که ما مثلا انسان ها میوتیشن تو اون اتفاق افتاد، مثلا پرایمیت اومدیم دیگه، ما از مثلا میمون ها و نیاندرتال و اینجوری هی، اما اون خب صدها هزاران سال طول کشید، اما یه ویروس انقدر ژنومش کوچیکه مثلا 2000 بیتر، این خیلی سریعتر اتفاق میفته و اون پلیمریز این ویروس اشتباهاتی که میکنه بهش کمک میکنه که ویروس های جدید اتفاق میفته که اینو این واکسن ها رو چیز بکنه، ازشون در بره. اما مثلا یه ویروسی این آنفلوئنزا خیلی بیشتر اشتباه میکنه، پلیمریز آنفلوئنزا مثلا هر روز یه ویروس جدید تولید میکنه، ممکنه کوچیک باشه اما اون باعث میشه مثلا اون فلو به واکسن خیلی خوب کار نکنه. راجب دلتا و اینکه فکر میکنین و واکسینا، فکر میکنم اون تخصص شما بیشتر باشه. من چیزی که میگم هر چی گیرتون اومد بزنین، استراتژی اینه. اینی که تو الان گفتی درباره دلتا مثلا هیچ چیز خوب نداره، دقیقاً درسته. واقعا این فرقش اینه که حالا تحقیقات جدیدی که CDC ارائه داد، حالا تو وبسایتش هم پاورپوینتش رو گذاشته، اینه که همون داستان ماساچوست یه تحقیقاتی اونجا کردن تو جولای 4 که میشه ایندیپندنس دی آمریکا، اینا برداشتن یه سری افراد که واکسینه بودن، یه سری افرادی که واکسینه نبودن رو با هم مقایسه کردن و دیدن اونایی که واکسن زده بودن که ماجوریتیشون هم فایزر و مدرنا بوده، اون سایکل ترشهولد که وقتی شما یکی رو سواب میکنین یه سی تی کاونت هست که اون نشون میده چقدر ویروس تو بدن اونا هست و نشون داد که مقدار ویروس تو افرادی که واکسن زده بودن و نزده بودن این هم بود، یعنی خیلی شبیه هم بود، که این به من میگه وقتی که من میرم پارتی واکسن زدم این ویروس میتونه بیاد تو بدن من و خودش رو تکثیر بکنه و اینو من میتونم انتقال بدم. سر اینجا اگه واکسن با دلتا انقدر خوب چیز میکرد، کانفرانت میکرد که این نمیتونست تکثیر بکنه، این پیک رو نمیدید تو آمریکا. دلیلش اینه که دلتا میتونه هنوز تو بدن تکثیر بکنه، اما خب باعث الان میشه خاطر اینکه واکسن زدم دارم تی سل و بی سل میاد اینا رو کنترل میکنه، اما من اینو میتونم بدم مثلا به کارام که واکسن نزنه. و آره این راجب دلتا، کلا هم راجب واکسن من یه عدد یه ستایی خیلی مهمه که
این هفته پخش شده هم میگم 8-25-25 که گفتن کسایی که واکسن زدن، نمیدونم حالا تمام واکسن ها بود یا فقط مادرنا فایزر بود، 8 فولد به اصطلاح اینکه تست مثبت بشه رو میاره پایین، 25 فولد، 25 و 25 هم هاسپیتالیزیشن و مرگ رو میاره پایین. یعنی این چیزی که بعد به نظر من همه بدونن، این واکسن رو بزنین 25 برابر احتمال مرگتون میاد پایین. خب این خیلی، یعنی یکم همه چی خطرش رفته بالاتر، اما با این وجود هنوز واکسنایی که مستقیم اون تپل سیکونس اولین ویروس بودی که در اومده، اولین ویروس که ووهان در اومده، هنوز هم خوب کار میکنن. و اینه که شما فقط به آنتیبادی، شما به سلولای بدنتون هم نگاه میکنن، مثلا سلولایی که آنتیبادی درست میکنن که به اینا میگن بیسه، اینا میتونن تا حد این واریانت ها رو هم تشخیص بدن و در برابر اونا یه حسابی به شما بدن. اما از هم ممکنه که ویروس رو از بین نبرن، یعنی ما باید واکسن بزنیم، همه دنیا باید واکسینه بشن، آمریکا هم واکسن، کشورهایی هستن که یه دونه دوز واکسن هم نزدن و اون واریانت های جدید از اونجا هنوز میان. آره متاسفانه من امیدوارم از این بدتر نشه، یعنی دوباره یه سورپرایز خیلی بزرگتری پیش نیاد، ولی خب الان خیلی بده، یعنی فقط الان من میتونم بگم که مسیج من اینه که بشینید خونه، یعنی حداقل اگه واکسن و اون تیکش رو یه عده دارن با بی‌مسئولیتی نمیارن، حداقل معلوم خودکشی نکنن با بیرون رفتن. الان مثلا اگه واکسن هم توی بزنی، بگیم مثلا نکا میتونی بزنی، در حال حاضر کمکی به تو نمیکنه، برای اینکه تو واکسن بزنی 2 هفته طول میکشه تا دوز اول کار بکنه. درسته. 3 هفته بعد بری دوز دوم بزنی، حتی دوز دوم هم بزنی انقدر انتقال ویروس بالاست که من فکر کردم که شما حتی 2 تا دوز هم زدین تو ایران هستین، 2 تا ماسک بزنی، برای اینکه هیچ فرقی نمیکنه شما، یعنی بهتون کمک میکنه، اما تو سیچویشن بنده مثلا شما مثلا تو الی یه مدت دوباره ماسک منده هم واکسن زد، اما به خاطر ترانسمیشن ویروس که میده تو کامیونیتی بالا، شما اون اثر بخشی که بگیم حتی بگیم 90% برای فایزر دیگه اون اونقدر نیست، به خاطر اینکه شما بدنتون ویروس رو بیشتر یا یه دونه مثلا لباس ضد گلوله پوشیدی و میری یه جایی که مثلا همینطور دارن به تیر میزنن، خب میتونی چند تاشو این لباس ازت حفاظت بکنه، اما بالاخره تیره رو خوردی، اما میری یه جایی بعد تیر نمیزنن و میتونی قشنگ زنده بمونی و مشکلی نداری. یعنی شما تو سیچویشن خودتون باید اون رو اسس بکنید. یکی از آمریکا میره ایران 2 تا دوز فایزر زده، هنوز تو اونقدر سیف نیست و باید ماسکش رو بزنه فاصله. این خیلی سوالا زیاده راجب برکت، این چیزی که من اصلا نمیدونم. برکت هم که خیلی من توش اینوالودم، حالا به هر دلیلی نباید باشم، به خاطر اینکه من برکت ریسرچ کردم، نه تو ایران زندگی میکنم، این بیشتر با از خود سورسای تو ایران بیاد، اما مشکل همینه دیگه، مشکل ما اینه که اونقدر ما خوب و شفاف و راحت نمیگیریم از ایران. مثلا آمریکا بالاخره دکتر فاوچی، حالا هر نظری شما درباره ایشون دارین، از اول پاندمی مردم رو گاید کردن، CDC گایدلاین گذاشت، ایران همیشه داره دور و بر خودش رو نگاه میکنه و دنبال سولوشن میگرده. برکت هم همینطوریه. من تنها گفتم اینه که شما جایی که زندگی میکنین باید یکم اطمینان داشته باشین. میدونم حالا به هر دلیل سیاسی که من اصلا درباره سیاست زیاد نمیدونم، باید یه اطمینانی به سازمان غذا دارو داشته باشین، برای اینکه اینا افرادی هستن که متخصصن، تحقیقاتو میکنن، هر دارویی که شما تو ایران استفاده میکنین اینا باید اپروف بشه. برکت و سازمان غذای دارو ایران اپروف کرد و اگه تنها چویستون واکسن برکته باید بزنین. حالا اگه وایسین تا تحقیقاتش منتشر بشه، World Health Organization اینو تایید بکنه، اون تصمیم خودتونه. اما اگه توی پیک اینجوری تو ایران داریم صحبت میکنیم، به نظر من یکم تصمیم عجولانه است و ممکنه برای شما خطرناک. اگه آپشن واکسنای دیگه دارین که مثلا تجربه بیشتری دارن، مثلا آسترازنکا، خب الان میلیون ها نفر زدن، خیلی واضحه عوارضش باشه، دفینیتلی با آسترازنکا، حتی سینوفارم بعد بزنید تایید World Health Organization. ولی سینوفارم و سپوتنیک افیکسیشون به خوبی مادرنا فایزر نیست، ولی خب دوباره همون دارن اثرشون میزنن، ممکن به جای 25 مثلا چنم 15 باشه. درسته، اما شما یه واکسن 100% که پیدا نمی کنی، اما درسته درسته 95% بزنید که همه ویروس دارن میت میکنن،
درصد شما تو 50-60%ید، به خاطر اینکه بدن شما خیلی تا حدی میتونه با مبارزه بکنه. اون وایرال لود خیلی مهمه. آره، چیزی که من همیشه میگم دوباره ساده ترین الگوریتم اینه که هر چی گیرتون اومد بزنید، هر کدوم از اینا بهتره، زدن بهتر از نزدنه. مرسی، میبینم، خدا مرسی که اومدین، روزتون خوش.